علیرضا موهبی همراه ما هست از ملبورن استرالیا به علیرضا برای ما بیشتر بگو اول درباره جزئیات این واکنشی که از دولت استرالیا شد پریسا سناتور پنیوانگ وزیر امور خارجه یا استرالیا روز یک شنبه 29 سپتامبر برابر با هشتم مهر ماه در گفتگوی تلویزیونی با شبکه اسکای نیوز با اشاره به اینکه حزب الله یک سازمان تروریست تروریستی است و به قطنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد عمل نکرده اعلام کرد که دولت استرالیا به آمریکا، بریتانیا، ایتالیا، اروپا و بسیاری از کشورهای دیگه پیوسته تا خواستار آتش بس در لبنان بشه و از اسرائیل بخواد که به جامعه بین المللی گوش بده. وزیر امور خارجه استرالیا بار دیگه موضع دولت استرالیا رو تکرار کرد. موضع دولت آیابانزی مبنی بر اینکه صلح و امنیت برای اسرائیلیها مستلزم راه حل دو کشوریه که تنها راه صلح و امنیت طولانی مدت برای اسرائیلی ها و فلسطینی ها سناتور پنیوانگ وانگ با اشاره به کودکان کشته شده در غزه و همچنین گروگان هایی که توسط حماس در حمله تروریستی به اسرائیل گروگان گرفته شدند که هنوز در بازداشت هستند گفت که ما باید به عنوان یک جامعه بین المللی با هم کار کنیم و مسیری به سوی صلح پیدا کنیم وزیر خارجه استرالیا به صحبت‌های خودش در مجمع عمومی سازمان ملل اشاره کرد و از تداوم چرخه خشونت در خاورمیانه خبر داد و گفت که این موضوع در نهایت صلح رو به ارمغان نخواهد آورد و به همین دلیلی که استرالیا و دیگران از جمله آمریکا و بریتانیا خواستار آتش بس در لبنان و تلاش دیپلماتیک برای حل این مشکل شدن وزیر امور خارجه استرالیا با توجه به افزایش نگرانی ها در خصوص تشدید درگیری ها در خاورمیانه خواستار خروج هر چه سایتر شهروندان این کشور از لبنان شد در واکنش به صحبت هایی وزیر خارجه استرالیا خانم بریجیت مکنزی رهبر ملی گرایان در مجلس سنای استرالیا در مصاحبه با تلویزیون ملی استرالیا با انتقاد از صحبت‌های وزیر خارجه گفت که ائتلاف ائتلاف مخالفان دولت استرالیا از درخواست برای آتش فوری بین لبنان و اسرائیل تا زمانی که حزب الله از منطقه مرزی مطابق با قطعنامه سازمان ملل در این مورد خارج نشه حمایت نخواهد کرد و وزیر خارجه استرالیا را متهم کرد که سخنرانیش در سازمان ملل به عنوان فرصتی برای بازی در سیاست داخلی استرالیا است. علیرضا کشورهای به آسیایی چه واکنشی داشتن نسبت به کشته شدن حسن نصرالله سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز یک شنبه اعلام کردش که این کشور با نقض حاکمیت و امنیت لبنان مخالفه و هر گونه اقدام علیه غیر نظامیان بیگناه رو محکوم میکنه این سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که پکن از نزدیک حادثه کشته شدن سید حسن نصر الله رو دنبال میکنه و از تشدید تنش در منطقه به شدت نگرانه و از طرف های درگیر به ویژه اسرائیل میخواد که فورا اقداماتی رو برای کنترل اوضاع و جلوگیری از تشدید درگیری یا حتی خارج شدن وضعیت از کنترل انجام بده سخنگوی وزارت خارجه چین خاطر نشان کرد که تنش بین لبنان و اسرائیل سرریز درگیری غزه است و اولویت اصلی اجرای قطنامه های مربوطه شورای امنیت و سازمان ملل پایان دادن به جنگ در غزه در اسرع وقت و حفظ جدی صلح و ثبات در خاورمیانه است به علاوه اینکه سفارت چین در بیروت هم از شهروندان این کشور خواسته تا هر چه سریعتر لبنان رو تک کنند یا دست کم به مکانهای امتر برن و به علاوه اینکه پکن از شهروندانش خواسته که در حال حاضر از سفر به لبنان پرهیز کنند. وزارت خارجه ژاپن هم روز یکشنبه از شهروندان این کشور در خاورمیانه خواست تا آمادگی ترک کشور محل اقامت خودشون رو داشته باشن و مایحتاج لازم رو در محل اقامتشون برای شرایط اضطراری ذخیره کنن وزیر خارجه مالزی هم در جریان سفرش به نیویورک برای حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل البته آنطور که انتظار می رفت از مالزی با توجه به نظرات پیشینش در خصوص فلسطین کشته شدن حسن نصرالله رهبر حزب الله رو بی احترامی به تصمیم های سازمان ملل توصیف کرد و این اقدام رو محکوم کرد و خواستار تحریم تسلیحاتی اسرائیل شد مرسی از توضیحات در بیام کارم از ملبورن استرالیا